بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. سلام و خوش اومدید به چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که به میزبانی من پوریا ناظمی هر دوشنبه سعی می‌کنه موضوعی در دنیای علم، فناوری و آینده رو با شما در میون بذاره و برای شما تعریف کنه. اگر این پادکست رو در همون ساعت اولی که منتشر شده میشنوید، پیشاپیش نوروزتون مبارک باشه، و اگر با چند روزی فاصله میشنوید، عیدتون مبارک و امیدوارم که سال خیلی خوبی رو داشته باشید، سالی که به همراه خردمندی برای همه ما ایام بهتری رو به همراه بیاره. اما زمانی که زمان نوروز فرا میرسه، شاید هیچ موضوعی به اندازه خود نوروز مهم و جذاب نباشه و به همین دلیل هم این اپیزود چیستا به نوروز اختصاص داره. نوروز و اون نوروزی که امروز ما جشن میگیریم چه سابقه تاریخی داره و از نظر نجومی و علمی چه ویژگی هایی داره؟ شاید هیچ جشنی در بین تمام جشنهایی که مردم مختلف در سراسر جهان برگزار میکنن، به خصوص جشنهایی که متصل و منتسب به آغاز سال نو هست، واقعا هیچ کدومشون از نظر غنای مفهومی که دارن و از نظر سابقه‌ای که دارن و از نظر جذابیتی که دارن و هماهنگی با طبیعت به پای نوروز نرسه. این رو به این دلیل نمیگم که خب همه ما ایرانی هستیم و این جشن رو جشن میگیریم. در واقع وقتی که از نگاه بیرون هم بهش نگاه میشه، نهادهایی مثل سازمان ملل متحد، یونسکو و بقیه این ارزش فرهنگی رو که چگونه آغاز سال همراه با نخستین روز بهار در نیمکره شمالی و زمان سبز شدن و رشد و حیات دوباره است، گرامی داشتن، ارج نهادن و اون رو ثبت کردن. اما من امروز نمیخوام راجع به مسائل فرهنگی این جشن فوق‌العاده مهم صحبت بکنم. مطمئنم که همه شما بهتر از من میدونید و انقدر این روزها راجع بهش صحبت میشه که لازم نیست من تکرارش کنم. از نظر نجومی زمانی که داریم راجع به سال نو صحبت میکنیم و لحظه تحویل سال و آغاز نوروز، از چی داریم حرف میزنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ برای اینکه موضوع رو بهتر بدونیم، یک نگاه کوچکی بعد نیستش به مفاهیم عمومی بندازیم که در نجوم امروز وجود داره. همه ما امروز میدونیم که سیاره ما زمین سیاره ای از منظومه شمسیه که به دور خورشید میگرده. این گردشش رو در حدود 365 روز خورده ای زمینی در واقع تکمیل میکنه و اگر از یک نقطه مشخص شما در نظر بگیرید در مدارش به دور خورشید، بعد از گذشت یک سال خورشیدی دوباره به همون نقطه میرسه، چیزی که به نام در واقع دوره تقویمی و تناوب تقویمی اون میگیم. مبدأهای مختلفی رو برای آغاز این شمارش ما میتونیم در نظر بگیریم. برای مثال شما با تقویم میلادی آشنا هستید که شب نیمه شب اول ژانویه رو در هر جایی که هستین در نظر میگیره به نام آغاز اون چرخه‌ای که میخواد محاسبه کنه برای رسیدن یک سال بعد و در واقع گردش و تناوب یک ساله زمین به دور خورشید. افراد دیگه در طول تاریخ جاهای مختلفی رو در نظر گرفتن، اگرچه که همیشه تقویم خورشیدی تقویم رایج نبوده. به خاطر پیچیدگی‌های محاسبه معمولا در طول تمدن‌ها اول با تقویم قمری شروع می‌کنن بر مبنای رؤیت ماه در آسمون، بعداً سعی می‌کنن ترکیبی از تقویم قمری خورشیدی و یا قمری شمسی رو بسازن و بعد از اون هستش که در واقع تقویم خورشیدی به شکلی که ما می‌شناسیم رایج میشه. اگرچه نمونه‌هایی از گونه‌هایی از تقویم خورشیدی رو ما داریم که از مصر باستان می‌تونیم بهش ارجاع بدیم یا جاهای دیگه. زمانی که ما روی زمین هستیم و به آسمون نگاه میکنیم و میخوایم یه ساختار ساده‌تری از آنچه که میبینیم رو شکل بدیم که بتونیم باهاش کار بکنیم، معمولا ما حرکت زمین به دور خورشید رو و حرکت زمین به دور خودش رو، چون به احساس مستقیمی ازش نداریم، تعریف میکنیم به چرخش کره آسمون به دور زمین در طول یک شبانه روز و همینطور چرخش اجرام به دور زمین در طول حالا بازه‌های تناوبی مختلف. برای مثال ما در طول یک سال به دور خورشید میچرخیم، اما چون ما خودمون روی زمین متوجه این حرکت نیستیم، از دید ما به نظر میرسه که خورشید تو آسمون در مقابل ستاره‌های زمینه هر یک سال خورشیدی یک بار یک مسیری رو در آسمون طی میکنه. این یک دایره رو روی کره سماوی تشکیل میده که به دایره‌البروج معروفه.
دایره البروج تنها دایره معروف نیست که روی کره سمامی وجود داره. شما اگر روی کره زمین خط استوار رو در نظر بگیرید و این خط استوار رو اونقدر امتداد بدید تا به یک کره برسه که شما عکس همه اجرام سماوی، ستاره ها، خورشید، ماه، همه چیز دیگر رو روی اون فارغ از فاصله شون تصویر میکنیم. این همون چیزی که بهش میگیم کره سماوی و امروز حتی در محاسبات نجومی که ما انجام میدیم به شدت کاربرد داره. اگر این خط استوای زمین رو توسعه بدیم و به این کره سماوی برسونیم به یه چیزی میرسید به نام استوای سماوی، یعنی دقیقاً خطی یا دایره‌ای متناظر به استوای زمین که روی کره سماوی رسم شده. حالا این دو دایره رو در کره سماوی در نظر بگیرید، یکی دایره البروج که مسیر حرکت ظاهری خورشید به دور زمین در طول یک سال هست، یکی هم استوای سماوی. این دوتا خط بر هم منطبق نیستن و با این دوتا دایره در واقع یک زاویه‌ای رو با هم می‌سازن. زاویه‌شون چقدره؟ همون زاویه‌ای که در واقع انحراف محور دوران زمین به دور خودش نسبت به صفحه منظومه شمسی. یه لحظه از این دار تصویر بیایید بیرون و سعی کنید که از بالا به منظومه شمسی نگاه کنید. خورشید در مرکز، سیارات مختلف دارن تقریبا روی یک صفحه به دورش میگردن. ما صفحه‌ای رو که در واقع خورشید در مرکزشه و زمین دور اون داره، روی اون داره خورشید رو دور میزنه، به نام صفحه منظومه شمسی میشناسیم. حالا در حالی که زمین داره به دور خورشید میچرخه، همزمان به دور خودش هم داره میچرخه، دلیلی که باعث میشه ما شب و روز داشته باشیم. اما محور دوران زمین به دور خودش که شب و روز رو به وجود میاره دقیقاً عمود نیست بر اون مسیر حرکتش به دور خورشید. یه زاویه حدود 23.5 درجه میسازه. این زاویه 23.5 درجه دلیل اینه که ما در روی زمین شاهد بروز 4 فصل هستیم. این انحراف هست که باعث میشه که بسته به این که ما آیا تمایلمون به سمت خورشید هست یا دورتر از خورشید فصل داشته باشیم. بعضی وقتا ممکنه که این اشتباه در ذهن به وجود بیاد که مثلا تابستون‌ها به این دلیل گرم‌تره که ما نزدیک‌تریم به خورشید و زمستون‌ها به خاطر اینکه دورتریم. نه، اتفاقا برای ساکنان نیمکره شمالی برعکسه. این زاویه، این 23.5 درجه انحراف، خودش رو در مسیر دایره‌البروج نشون میده و باعث میشه که اون دایره دایره‌البروج ما با استوای سماوی 23.5 درجه اختلاف داشته باشه. نتیجه چی میشه؟ این دوتا دایره که روی کره سماوی رسم شدن 4 نقطه مهم رو میسازن. در 2 نقطه همدیگر رو قطع میکنند، یعنی نقاطی هستن که دایره البروج و استوا هم دیگر رو قطع میکنن، اصطلاحا بهش میگیم اعتدالین، و در 2 نقطه به بیشترین فاصله خودشون میرسن، یکی در اصطلاحا جنوبی ترین یا پایین ترین فاصله نسبت به صفحه استوا که اونجا رو بهش میگیم انقلاب زمستانی، و میدونید که یکی از جشن‌های مهم دیگه ما ایرانی‌ها اون زمان اتفاق میفته در شب یلدا، جایی که ارتفاع خورشید برای ساکنان نیمکره شمالی کمترین ارتفاع از افق رو داره. در سوی مقابلش در واقع ابتدای تابستان زمانی میرسه که خورشید به بیشترین ارتفاع خودش میرسه، 23.5 درجه در واقع از استوا فاصله میگیره، بهش میگیم انقلاب تابستان. در زمانی که خورشید به نقطه اعتدال خودش میرسه، به یکی از 2 نقطه اعتدال، گفتیم نقاط اعتدال نقاطی هستند که استوای سماوی و دایره البروج بر هم منطبق میشن، در یکی از این 2 نقطه زمانی که خورشید قرار میگیره، از پس از اون لحظه به لحظه شروع میکنه به ارتفاع گرفتن از استوای سماوی، حداقل برای ساکنان نیمکره شمالی که این سیستم رو طراحی کردن. برای ساکنان نیمکره جنوبی قضیه برعکس میشه. اما زمانی که به یکی از این 2 نقطه میرسه، از بعد از اون شروع میکنه بالاتر رفتن از افق برای مبنای ساکنان نیمکره شمالی و دورتر شدن و فاصله گرفتن و ارتفاع گرفتن نسبت به استوای سماوی. این نقطه اعتدال رو اعتدال بهاری مینامیم یا نقطه اول حمل. سوی مقابلش زمانی که خورشید در موقعیتی قرار میگیره که در واقع همزمان روی دایره البروج و استوای سماوی هست، اما پس از اون شروع میکنه به کاهش ارتفاع، اصطلاحا بهش میگیم اعتدال پاییزی. این نقطه اعتدال بهاری که اصطلاحا نقطه اول حمل هم نامگذاری میشه و توی در واقع رسم الخط نجومی به شکل یک گامای یونانی نشون داده میشه، نقطه مهمیه. حتی امروز در محاسبات نجومی، در واقع یکی از مهمترین مختصاتهای نجومی که ما داریم که اجرام رو بر مبنای اون آدرس دهی میکنیم، سیستم بود و میل هستش و مبدا مختصات بود، چیزی شبیه طول و عرض جغرافیایی رو زمین، در واقع فاصله ای هست که اون نصف و نهار اون جسم از نقطه اول حمل داره. نوروز ما ایرانیان، آن چیزی که امروز به عنوان نوروز داریم، در واقع لحظه ای هست که خورشید در نقطه اعتدال بهاری قرار گرفته، در نقطه اول حمل، جایی که همزمان
بر استوای سماوی و نقطه دایره البروج و خط دایره البروج منطبق است و بعد از اون شروع به ارتفاع گرفتن در نیمکره شمالی میکنه. حالا بر مبنای روش‌های مختلف محاسبه میشه لحظه دقیق این در واقع موقعیت رو حساب کرد. البته این رو هم بگم، گاه‌گداری شما تو محاسبات می‌بینید که دو نوع عدد برای لحظه تحویل سال یا لحظه رسیدن خورشید به نقطه اول حمل گفته میشه. توی پرانتز یادمون باشه که ما این رو به شکل ظاهری داریم میگیم، در واقع زمینه که به این نقطه میرسه. و این تفاوت عدد به واسطه اینه که آیا ما بر مبنای یه سیستمی به نام مرکز زمین و مرکز خورشید رو در نظر میگیریم یا در واقع این رو تبدیلش میکنیم به موقعیتی که ناظر وجود داره. در حد ثانیه ممکنه که اندکی این ور اون ور باشه، ولی تقریبا یکسان هستش. به همین دلیل نوروز ما هر سال زمانش تغییر میکنه. ما بر مبنای یک امر قراردادی مثل نیمه شب نیستیم. قرارداد ما قراردادی که با یک رویداد طبیعی هماهنگه. بنابراین ما میتونیم دقیقاً حساب بکنیم که خورشید و زمین دقیقاً در چه لحظه‌ای، در چه ثانیه‌ای به این نقطه میرسن و اون لحظه رو ما لحظه تحویل سال مینامیم. یه نکته‌ای که باید اشاره بکنیم اینه که بر مبنای افسانه‌ها و سنت‌های شفاهی ما این رو معمولاً به نام نقطه اول حمل می‌گیم و همینطور معتقدیم یا گفته میشه که لحظه‌ایه که خورشید از برج در واقع حوت به حمل وارد میشه. این اتفاق الان نمی‌افته. آخرین باری که در واقع لحظه تحویل سال ما دقیقاً در مرز دو صورت فلکی حوت و حمل بود، یه چیزی حدود 60-70 سال قبل از میلاد مسیح بود و بعد از اون ما وارد دوران اصطلاحاً عصر حوت شدیم. الان لحظه تحویل سال ما در صورت فلکی حوت اتفاق میفته و نقطه اعتدال بهاری در نقطه صفر حوت و حمل نیستش، بلکه درون صورت فلکی حوت اتفاق میفته. اما ما اسمش باقی مونده و ما کماکان این را تحویل برج حوت به حمل مینامیم که میدونید که توی سیستم 12 برج قدیمی منطقه البروج حمل متناسب فروردین هستش. البته یادمون باشه دوباره این یک نوع گاه شماری قدیمی هست. در گاه شماری امروز و مرزبندی های جدید منطقه البروج ما شامل 13 صورت فلکی و نه 12 صورت فلکی. بدین ترتیب زمانی که خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسه سال نو ما آغاز میشه و انبوهی از جشن ها رو متناسب با اون داریم. نکته که باید اشاره بکنیم اینه که جشن هایی که متناسب هستش با نقاط اعتدالین و انقلابین صرفا مختص ایران نیست و مختص تمدن تحت تاثیر ایران بزرگ یا ایران شهر نیستش. جاهای مختلف شما از شرق دور بگیرید تا آمریکای مرکزی مناسبت‌های مختلفی رو دارید که گاه‌گداری با انقلابین و گاه‌گداری با اعتدالین همراه هستن. یه نکته دیگه هم که شاید گفتنش اینجا جالب باشه بدونی که وارد جزئیاتش بشیم اینه که چطور این افراد، چطور کسانی از دوران باستان، از زمان تالس بگیری تا دوران امپراتوری هخامنشی و بابلی و مصر باستان و چین و بعد دوران اسلامی میتونستن این نقاط رو محاسبه کنن. آیا این یه کار پیشرفته‌ای نیستش که انجام دادنش برای اونها غیر ممکن بوده؟ نه، واقعیتش اینه که نجوم محاسباتی در اون دوران فوق‌العاده پیشرفت کرده بود. بله، مدل‌هایی که بر مبنای اون ساخته می‌شد مدل‌هایی بود که امروز می‌دونیم با واقعیت تطبیق نداره، از جمله سیستم زمین مرکزی، اما روش محاسبه کارآمد بود. به یاد داشته باشید که تالس کسی بودش که تونست وقوع خورشید گرفتگی رو پیش‌بینی بکنه. ما می‌دونیم که این کار در تمدن‌های مختلف قدیمی انجام می‌شده. ریاضیدانان و منجمان دوران باستان به خوبی می‌تونستان در واقع موقعیت ظاهری خورشید در آسمون و بقیه سیاره ها و بقیه ستاره ها رو بررسی کنن، حرکت اون رو زیر نظر داشتن و بنابراین چنین نقاطی اولا براشون تعریف شده بوده، ثانیا قابلیت این رو داشتن که اونها رو محاسبه کنن. بنابراین این کار چندان عجیبی نیست. در واقع ما امروز هم به خیلی از محاسباتی که برای کارهای رصدی و محاسباتی انجام میدیم بر همون مبناست. اما آیا ما از دوران باستان لحظه نوروز رو به عنوان لحظه آغاز سال نو رسمی خودمون بر نظر می گرفتیم و اونطوری که گاه‌گداری به اشتباه ما فکر می‌کنیم، آیا از دوران مثلا هخامنشیان تا الان عید نوروز ما همین شکلی بوده که هست؟ جوانی این است هنگام گل
خوش باش دمی که زندگانی این است. اگر بخوایم به تاریخ تحول تقویم نگاه بکنیم که بحث فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیزی هست و فوق‌العاده پیچیده، می‌بینیم که در طول تاریخ اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف از جمله ایرانیان تقویم‌های مختلفی رو برای ساماندهی کار و در واقع گاه شماری و حفظ زمان توسعه دادن، ساختن، اصلاح کردن و پیش رفتن. ما در برخی از متن‌های قدیمی اشاراتی به جشنی مشابه جشن نوروز داریم. برای مثال برخی از مورخان یونانی اشاره کردن به جشن‌هایی که در تخت جمشید به مناسبت آغاز سال نو یا بهتر بگی به مناسبت نوروز برگزار می‌شده. اگرچه باید این را در نظر بگیریم که این الزاماً به معنی این نیست که آن نوروز همین نوروز در واقع نقطه اول حملیه که ما امروز جشن میگیریم و همینطور آغاز سال نو هم بر مبنای این نوروز نبوده. نوروز در طول زمان و در طول تاریخ تغییرات زیادی داشته، گاهگداری بر مبنای اسنادی که ما داریم. شاهد این هستیم که نوروز برای مثال زمانی در مرداد ماه بوده، در ماهای دیگه بوده و کم کم در طول زمان ما شروع به اصلاح این کردیم و به روزنسانیش کردیم. حدود در واقع سال 890-95 میلادی زمانی بودش که حاکم اون زمان ایران معتضدالدوله نوعی سال رو بر مبنای نوروز طراحی میکنه. البته این نوروز هم نوروزی نبوده که اول فروردین باشه، در خرداد اتفاق میفته و اون رو به عنوان مبنایی برای سال مالی استفاده میکنه. یه چند سالی استفاده میشه، کنار گذاشته میشه و بعد ما شاهد نوروزهای مختلف هستیم. برای مثال نوروز خوارزمی رو داریم. ابو ریحان در کتاب خودش اشاره میکنه از نوروزهای مختلفی که در زمانهای مختلف بوده، از جمله به نظر میرسه راجع به نوروزی حرف میزنه که در انقلاب تابستانی جشن گرفته میشده و مورد توجه بوده. از حدود سال 1000 میلادی به بعد شاید در واقع زمانی بودش که کم کم از آغاز پیوستگی رسمیتر یا جدیتر اعتدال نوروزی، اعتدال بهاری با نوروز نشانه هایی رو میبینیم و گفته میشه که در اثری که منسوب به خیام هست، البته شک داریم که نوروزنامه رو واقعا خیام نوشته باشه یا اینکه گروهی از افراد زیر نظر اون نوشته باشن یا اینکه اساسا گروه دیگری نوشتن و به خیام منسوب شده باشه، اما هرچه که هست در اونجا به نظر میادش که روایتی وجود داره مبنی بر محاسبه در واقع اصلاح تقویم، استفاده از نوروز و نقطه اول حمل یا اعتدال بهاری به عنوان مبدا تقویم بوده. در دوران جدیدتر اولین کسی که در واقع سعی میکنه با استفاده از اصلاحاتی که منسوب به خیام هست و منسوب به دوره در واقع ملک شاه هستش این رو اصلاح بکنه و یه تقویم جدید در بیاره، میرزا عبدالغفار نجم الدوله اصفهانی هست که این الگو رو میسازه، ولی این هنوز تقویم رسمی ما نیست. به عبارتی اگرچه جشن‌هایی رو داریم، آیین‌هایی رو داریم که به مناسبت فرارسیدن بهار اتفاق میفته، اما این الزاماً با آغاز سال نو نیستش. سال 1289 خورشیدی میرزا عبدالحسین وحیدالملک شیبانی نماینده دوره دوم مجلس ملی پیشنهاد میکنه که با توجه به گرفتاری هایی که تقویم قمری داشت که اون موقع تقویم رسمی ایران بودش، بر مبنای اصلاحاتی که روی تقویم خورشیدی انجام شده بود از جمله کارهای عبدالغفار نجم الدوله، ما تقویم خورشیدی رو جایگزین بکنیم. این طرح در آبان ماه همون سال 1289 در مجلس تصویب میشه، اما کماکان برای امور مالی و تقویم اداری هست. سرانجام در سال 1304 خورشیدی هستش که با تصویب مجلس به عنوان گاه شماری رسمی کشور پذیرفته میشه و امروز هم ما در واقع داریم اون مسیر رو ادامه میدیم. داستان تقویم و تغییراتی که دادیم در واقع به نوعی هماهنگ هست با داستان خود نوروز، داستان تکامل و تحول و اصلاح و بهبود بخشیدن به آن چیزی که هستش. ما ایده های مختلفی رو میگیریم، در طول زمان اونها رو میآزماییم و سپس بدون اینکه اونها رو انکار بکنیم، بدون اینکه از بین ببریمشون، بر مبنای آنچه که یاد گرفتیم و آموختیم قدم بعدی رو برمیداریم، اون رو درست میکنیم، بهتر میکنیم و بهتر میکنیم. نتیجه چنین رفتاری این هستش ما امروز یکی از بهترین تقویم ها و دقیق ترین تقویم های خورشیدی رو داریم. مجددا بحث در رابطه با سیستم کبیسه‌گیری و تحول این به قدری بحث جذاب و شیرین و در عین حال طولانی و پیچیده‌ایه که اجازه بدید امروز و در نخستین ساعات پیش یا پس از عید که دارید این رو میشنوید وارد اون نشید.
فراتر از داستان تقویم، نوروز نماد در واقع نوع شدن و سبز شدن و زنده شدن پس از یک دوران تاریکی و سرما و یخبندان و جمود هستش. فارغ از این که اولین بار چه کسانی اون رو جشن می گرفتن یا به چه دلیلی اون رو جشن می گرفتن، آیا این اول تقویمشون بوده یا نبوده، زنده ماندن تاریخی این جشن، این آیین استقبال از بهار، امریه که میتونه برای ما به عنوان یک نماد، به عنوان یک در واقع داستان یادآوری کننده تمام آنچه در تاریخ ما گذشته مبارک باشه. و به همین دلیل هم هست که این روزها شاید جشن گرفتنش از هر زمان دیگه ای مهمتر باشه. ضمن اینکه ما میتونیم خوشحال باشیم که و الهام بگیریم، فراتر از اینکه خوشحال باشیم که در واقع آغاز سال نو ما و تقویم رسمی ما بر مبنای یک رویداد نجومی هست که امروز حتی در محاسبات نجومی به کار میره و در واقع اینکه چطور ما میتونیم با استفاده از علم و استفاده از در واقع خردمندی مبتنی بر توجه به تاریخ و نگاه به آینده مسیر مشخص و روشنی رو بسازیم و این چیزی نیست که مربوط به گذشته باشه، همین امروز هم برای ما کار آمده. من پوریا ناظمی، میزبان شما در چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم و اجازه بدید از این فرصت یک بار دیگه استفاده کنم و سال نو رو به همه شما تبریک بگم و آرزو بکنم که این سال برای همه ما و برای ایران ما سالی خوب، خوش، درخشان و پر امید باشه. تا سال آینده، خدا نگهدارتون.